سلام و عرض ادب خدمت همراهان سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. در این ویدیو قصد دارم تا اخبار اخیر مهاجرت به استرالیا، ظرفیت هایی که اداره مهاجرت به ایالت ها برای ویزاهای 190 و 491 ویزاهای اسکیل ورکر اختصاص داده و همچنین ویزای 188 رو با هم یه بررسی داشته باشیم، کاهش ظرفیت هایی که باعث نگرانی متقاضیان مهاجرت به استرالیا شده. و در این ویدیو قصد داریم تا تحلیل علمی رو بر مبنای آمار و شرایط اقتصادی و سیاسی داشته باشیم و تأثیر اون رو بر عوامل مهاجرتی در نظر بگیریم که چرا چنین اتفاقی افتاده و این اتفاق در آینده کوتاه مدت و میان مدت برای مهاجرت به استرالیا چه تأثیری میتونه داشته باشه. در ابتدای این ویدیو اجازه بدید تا نگاهی به این جدول و ظرفیت‌های اختصاص داده شده با هم بندازیم. خب، همونطور که در جدول مشاهده فرمودید، ظرفیت‌های اختصاص داده شده به ایالت‌ها کمتر از برنامه‌های اداره مهاجرت و دولت و استرالیا، برنامه‌هایی که چند ماه پیش اعلام شده بود هستش. به طور مثال از 30400 ظرفیتی که برای ویزای 190 پیش بینی شده بود، 10300 سهمیه به ایالت‌ها اختصاص داده شد. همچنین از 32300 ظرفیت برای ویزای 491، 6400 ظرفیت اختصاص داده شده. اما اولین سوالی که پیش میاد اینه که خب با این سهمیه ها چه اتفاقاتی برای صف افرادی که در انتظار دریافت دعوتنامه هستند میفته؟ جواب اول و ابتدایی ترین جواب اینه که به طور مقطعی و در آینده کوتاه مدت ممکنه در بعضی از مشاغل شاهد رقابت بیشتر در نتیجه امتیازات بالاتری باشیم. اما اجازه بدید تحلیل همه جانبه ای داشته باشیم. اصلا چرا چنین اتفاقی افتاده؟ خب، همونطور که میدونید برنامه ریزی های مهاجرتی هر کشور میتونه تابعی از شرایط اقتصادی و سیاسی اون کشور و یا دنیا در یک مقطع زمانی خاص باشه. دلیل اولی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم شرایط اقتصادی کشور استرالیا است. استرالیا در حال حاضر در حال عبور از یک شرایط اقتصادی خاصه. در ماه‌های گذشته شاهد افزایش نرخ تورم در کشور استرالیا بودیم که البته چند ماهه با مهار این تورم شاهد کاهش تورم هستیم و همچنین پیشبینی‌هایی که داره از اقتصاد استرالیا میشه اینه که سال در حقیقت میلادی آینده باز هم شاهد مهار و کاهش نرخ تورم استرالیا باشیم. اجازه بدید نمودار نرخ تورم استرالیا رو با هم ببینیم. خب، همونطور که در نمودار مشاهده کردیم روند تورم در کشور استرالیا نزولیه و این نشون میده که شرایط اقتصادی در کشور استرالیا رو به بهبوده. اما اتفاق دیگری بر اقتصاد استرالیا همیشه تأثیر گذاشته. کشور چین بزرگترین شریک در حقیقت اقتصادی کشور استرالیا به حساب میاد که خب چین اقتصادش در ماه‌های گذشته با رکود مواجه بوده. اما وقتی آمار اقتصادی کشور چین رو هم با هم بررسی می‌کنیم می‌بینیم که بهبود شرایط اقتصادی در چین داره اتفاق می‌افته که اگر این اتفاق بیفته مطمئن باشید تأثیر اون بر اقتصاد استرالیا کاملا تأثیر مستقیمی هستش و می‌تونید نتایج اون رو در اقتصاد استرالیا ببینید. در نتیجه دوستان، همه این عواملی که خدمتتون عرض کردیم رو در کنار بحران جنگ اوکراین و همچنین شرایط اقتصادی آمریکا بذارید تا متوجه بشید که دولت جدید استرالیا به اجبار در حال حاضر و در مقطع کنونی داره یک مقداری شرایط محتاطانه‌ای رو در نظر میگیره. طبیعتاً بر مبنای آماری که خدمتتون عرض کردیم و با بهبود شرایط اقتصادی در کشور استرالیا نیاز به افزایش نیروی کار وجود خواهد داشت. چرا؟ چون کسب و کارها رونق پیدا میکنند. اصل اول رونق کسب و کار در هر کشوری وجود و جذب نیروی ماهر در اون مشاغله که چنین امری تأثیر مستقیم بر بحث مهاجرت و جذب نیروهای اسکیل ورکر خواهد داشت. دقیقاً همون اتفاقی رو که در دوران کرونا شاهد بودیم. خب، در دوران کرونا به خاطر بسته بودن مرزها و قرنطینه‌هایی که استرالیا و هر کشور دیگری پیش گرفته بود، جذب مهاجر ممکن نبود. از طرف دیگری رکود اقتصادی هم حاکم بود. اما در دوران بعد از کرونا و با افزایش در حقیقت شاخصه‌های مثبت اقتصادی، افزایش رونق کسب و کارها در اون کشور، دولت استرالیا و اداره مهاجرتش چاره ای نداشتن جز اینکه تعدادی بیشماری دعوتنامه برای مشاغل مختلف و در خیلی از مواقع برای افراد با مینیموم امتیازها صادر بکنن. در حال حاضر که اصلا شرایط با اون دوران قابل مقایسه نیست.
اما مطمئن باشید که رونق اقتصاد در هر کشور تأثیر مستقیمی بر جذب مهاجر اون کشور، البته در لولی کشور، در لولی مثل کشور استرالیا خواهد داشت. و اما دوستان عزیز، دلیل دومی که تأثیر بسیار زیادی بر شرط حال حاضر داره موضوع بکلاگ یا ویزاهای در دست صدوره. همونطور که شاهد بودیم با هم در دوران کرونا، استرالیا صدور ویزاهای پروویژنال رو متوقف کرد و همچنین ویزاهای پی آر یا اقامت دائم بیشتر اختصاص پیدا کرد به کسانی که داخل مرز یا آنشور بودند و عملا ویزاهای اقامت دائم برای افراد آفشور و افرادی که خارج از مرز بودند تخصیص داده نشد. این اتفاق برای ویزاهای والدین یا حتی ویزاهای پارتنر هم افتاد. در دوران کرونا عمده تمرکز دولت استرالیا در صدور دعوتنامه و ویزا برای ساب کلاس های 188 و همچنین در ویزاهای اسکیل ورکر برای متقاضیان آنشور یا داخل خاک استرالیا بود. همونطور که با هم شاید خاطرمون باشه، در ابتدای کار حزب کارگر اعلام شد که دولت جدید استرالیا اعلام شد که بیش از 1,000,000 ویزا در دست اقدام و بررسی تا اون تایم وجود داشت که اداره مهاجرت باید بررسیشون میکرد و همچنین تا قبل از روی کار اومدن حزب جدید استرالیا بیش از 70% ویزاهایی که صادر میشد مختص متقاضیان آنشور یا داخل خاک استرالیا بود. در جدولی که با هم مشاهده میکنیم میتونیم این آمار رو با هم ببینیم. به طور مثال در دوران کرونا از 7213 ویزای 189 صادر شده در سال 2020-2021 فقط 790 ویزا متعلق به متقاضیان خارج از خاک استرالیا بوده. همچنین در مورد ویزای 190 فقط 2032 ویزا از 14268 ویزا برای متقاضیان آفشور بوده. این امر رو میتونیم در مورد صدور ویزاهای 190 و 489 که از اون دوران تازه داره اتفاق میفته با هم ببینیم و درکش بکنیم. اما شاخص بعدی که میخواییم با هم بررسی بکنیم شاخص NOM یا Net Overseas Migration. در برنامه ریزی که در سال 2020-2021 توسط دولت وقت استرالیا برای رقم خالص مهاجرت از خارج استرالیا انجام شد، این عدد برای سال 2022-2023 تا سالهای بعد تا سال 2032 عدد ثابت 235,000 ویزا در سال بوده. دوستان عزیز مد نظر داشته باشید، این شاخص شامل ویزاهایی که در حال صدور و همچنین ظرفیت‌های جدید هر سال مالی مهاجرتیه، در حالی که در سال 2022-2023 این شاخص 235,000 ویزا بود همونجور که خدمتون عرض کردم، اما در عمل در این سال 401,700 درخواست ویزا ثبت شد، در حقیقت ویزا صادر شد. پیشبینی برای سال جاری هم عدد جذب عدد 316,000 مهاجر در ساله و حتما مد نظر داشته باشید که پیشبینی ها برای سالهای آینده در تمام سالها تا سال 2032 اعدادی بالاتر از 235,000 مهاجرت در سال رو نشون میده و همیشه بر مبنای افزایش ظرفیت ها و خواست هایی که اون کشور و نیاز هایی که اون کشور داشته میتونه اعدادی ورای اعداد اختصاص داده شده اتفاق بیفته. پس تحلیلی که داریم انجام میدیم یک تحلیلی بر مبنای آمار و ارقامی که تاکنون در مهاجرت استرالیا اتفاق افتاده و بر مبنای این تحلیل با هم دیدیم که خیلی از وقتها ظرفیت های تخصیص داده شده با پیش بینی های قبلی متفاوت بوده و بر مبنای نیاز اون کشور در اون سال در صورت امکان ظرفیت مازادی رو هم اختصاص داده دولت و هیچ منعی از این بابت نداره. پس جای نگرانی بلند مدت یا میان مدت برای این مسئله وجود نداره. اما سوالی پیش میاد، بر سر مابقی سهمیه ها چه خواهد اومد؟ آیا این سهمیه ها از بین خواهد رفت؟ دوستان عزیز، با توجه به افزایش ظرفیت های مهاجرتی که در سال قبل رخ داد، میشه انتظار داشت تا فشار بازار کار و همچنین ایالت ها، دیدید در اعلامی که ایالت ها داشتن همشون به صراحت تاکید کردن که از این ظرفیت ها ناراضی هستن و شما مطمئن باشید که مکاتبات خودشون رو با اداره مهاجرت پیش خواهند برد و این احتمال این که چنین افزایش ظرفیتی رو بخوایم در نظر بگیریم تقویت میکنه. اما سوال دوم، اصلا چرا
ظرفیت‌ها و زحمیه‌ها کاهش پیدا کرد. دوستان عزیز، موضوع ویزاهای بررسی نشده یا همون بکلاگ، شرایط خاص اقتصادی استرالیا عوامل اصلی کاهش سهمیه ها بودند. شما در نظر بگیرید اداره مهاجرت استرالیا یک ظرفیت مشخصی داره. عدم توانایی اداره مهاجرت در رسیدگی به ویزاهایی که همین الان در دست بررسیه به طور مقطعی باعث این تصمیم شده تا از فشار مضاعف بر اداره مهاجرت استرالیا جلوگیری بشه. همزمان با شرایط خاص اقتصادی استرالیا و افزایش قیمت مسکن و نیاز مهاجران تازه وارد به مسکن، همه اینها باعث شد تا احتیاطی رو دولت جدید برای حفظ روند کاهشی تورم در نظر بگیره و پیش بینی میشه که این تصمیم یک تصمیم احتیاطی و مقطعی باشه. با توجه به وضع کنونی اقتصاد استرالیا و وجود شاخصه های مثبت اقتصادی که کاملا مشهوده، میتونیم این نگرانی رو زیاد بهش نپردازیم و امیدوار باشیم تا با توجه به اتفاقات مثبتی که در اقتصاد استرالیا در حال اتفاق و اتفاق افتادن خواهد بود، این امید رو داشته باشیم که سهمیه ها برگرده به سهمیه های پیشبینی شده یا حتی افزایشی رو هم داشته باشه. اما دوستان عزیز، در خاتمه این ویدیو اجازه بدید تا این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. با توجه به 17 سال سابقه درخشان و ممتد سازمان مهاجرتی پرشین میدان در امر مهاجرت به استرالیا، این امر همیشه ثابت شده. حتی اگر کاهش ظرفیت مقطعی هم اتفاق بیفته، دوران بعد از اون همیشه با افزایش ظرفیتی که اتفاق افتاده این کاهش جبران شده و افرادی که اون موقع تو صف بودند و باقی بمونن میتونن امیدوار باشن، مثل اتفاقی تو دوران کرونا افتاد، با کف امتیاز تعداد زیادی دعوتنامه صادر شد. پس در نتیجه دوستان عزیز، تصمیم هیجانی برای مهاجرت چیزیه که میتونه سرنوشت مهاجرتی شما رو تحت تأثیر قرار بده. یه نکته ای رو اجازه بدید صادقانه با هم بررسی بکنیم. در دوران کرونا خیلی از افرادی که متقاضی مهاجرت به استرالیا بودن، با توجه به لاکدانی که دولت استرالیا مثل خیلی از کشورهای دیگه در نظر گرفته بود، چند راه برای اقدام داشتن. یا اینکه ناامید شدن و پروسه مهاجرتشون رو گذاشتن کنار. شاهد بودیم مخصوصا از دوستانی که گاهن از مجموعه هایی با ما تماس میگرفتن، مواردی رو عنوان میکردن، کاملا شرایطی که در اون موقع حادث شده بود شرط خوبی نبود. اما برنده بعد از دوران کرونا، اجازه بدید با هم واقع بین باشیم، کیا بودن که با کف امتیاز دعوتنامه دریافت کردن؟ دوستانی که تو همون دوران امید خودشون رو از دست نداده بودن، حداقل اسسمنت هاشون رو گرفته بودن، یا حتی اگر اسسمنت ها یا نمرات زبانشون اکسپایر شده بود اونها رو تمدید کرده بودن. خب نتیجهش رو بعد از دوران کرونا دیدید، با کف امتیاز گرفتن. ما تا به امروز که در خدمتتون هستیم، تا همین چند روز پیش هم از قلمرو ACT کلی دعوتنامه با کف 55-60 امتیاز داشتیم. در نتیجه همچنان توصیه میشه حتی اگر کف امتیاز رو هم دارید از ثبت ایوایتون غافل نشید. مهاجرت خیلی از وقتها چیز قابل پیش بینی نیست و برندش کسانی هستند که در این مسیر خیلی هوشمندانه و تیزهوشانه، به جای اینکه درگیر هیجانات مقطعی که ممکنه زود گذره باشن، یه مقداری آینده نگر باشن، حداقل آینده میان مدت رو نگاه بکنن. شرط اقتصادی کشوری مثل استرالیا بر مبنای شاخصهایی که خدمتتون عرض کردیم شرط مساعدی خواهد بود. مطمئن باشید که یک اقتصاد با رونق نیاز به نیروی کار داره، مخصوصا کشور استرالیا که هول و هوش 25 میلیون جمعیت داره و یادمون نره استرالیا شعارش استرالیای 50 میلیونیه و چه کسی بهتر از مهاجرین باسواد و متخصصی که میتونه از کشورهایی مثل ایران جذب بکنه. پس دوستان عزیز، بزرگترین اشتباه در شرایط کنونی اینه که بخواید تحت تأثیر چنین اخباری به این شدت قرار بگیرید. نگرانی حقه، ما هم منکر این نمیشیم. بله، من از همینجا به نمایندگی از شرکت پرشین میدان این نکته رو خدمتتون اعلام میکنم، همچنان اگر توانمندی این رو دارید تا امتیازات خودتون رو ارتقا بدید، از این امر غافل نشید. این یک امر واجب در بحث مهاجرته. اما اینکه به صرف این خبر بگیم مهاجرت استرالیا دست خوشه، اتفاقات خیلی بدی داره میشه، نه، واقعا اتفاقی به اون معنا نیفتاده.
مهاجرت همیشه بحثیه که بهار و تابستون داره، پاییز و زمستون هم داره. الان نه اون بهار و تابستون است، نه اون پاییز و زمستون است صادقانه. یه شرایطیه که اداره مهاجرت ظرفیت‌هایی رو به ایالت‌ها داده، نهایتاً هم تا انتهای سال مالی مهاجرتی چندین ماه باقی مونده. مطمئن باشید حتی اگر در این سال، اینها همش پیش بینیه، همش اما اگره، همین ظرفیت‌ها هم اختصاص داده بشه، در سال مالی مهاجرتی آینده استرالیا افزایش ظرفیت‌های خوبی میتونه داشته باشه. چرا؟ دوستانی که هنوز اقدام نکردن، پروسه اسسمنت شما به طور میانگین 4 ماه تا 6 ماه زمان میبره. اگر خیلی زرنگ باشیم، نمره زبان رو هم تو همون تایم بتونیم ارائه بدیم، ما عملا میتونیم وارد سال مالی مهاجرتی آینده یا انتهای این سال مالی مهاجرتی بشیم. اگر همه این تحلیل‌ها رو بذاریم کنار و حتی اگر دولت استرالیا هم ظرفیتی رو اختصاص نده که خارج از تصور چنین چیزی، باز هم میتونیم امیدوار به این باشیم که در سال مالی مهاجرتی آینده امتیازات تقلیل پیدا بکنه و افراد با امتیازات مناسبی بتونن دعوتنامه دریافت بکنن. یادمون نره این دغدغه برای دوستانی که ای او آی ثبتی دارن شاید تا حدی به حق باشه، که باز هم من توصیه میکنم به جای درگیر شدن با این دغدغه ها، اگر میتونن امتیاز خودشون رو ارتقا بدن. این که با این امتیاز ای او آی ثبت بکنیم یا نکنیم اصلا جای سوال نداره. دوستان عزیز، امتیازتون به حداقل رسیده، حتما این کار رو انجام بدید. و برای دوستانی که در پروسه اسسمنت و ارائه نمره زبان هستن، اتفاقا فرصت خوبیه زمانی که بعضی وقتا یه موج مقطعی را میفته. بعد از این موج افسوس برای کیاست؟ اونایی که تصمیم احساسی گرفتن. استرالیا همیشه کشور مهاجرپذیری بوده، ممکنه سیاست‌های مهاجرتی در سال‌های مختلف تغییرات مختلفی رو داشته باشه، اما اصل مهاجرت در استرالیا همیشه از اصول اقتصاد و کسب و کار این کشور بوده. این تحلیل رو به نمایندگی از شرکتی با 17 سال سابقه مستمر در امر مهاجرت و با کسب بیشترین تعداد دعوتنامه و ویزا بعد از دوران کرونا و تعداد بیشماری دعوتنامه با کف امتیاز بودیم. امیدواریم که در مسیر مهاجرت به استرالیا همیشه تیزهوش، عاقل و زرنگ باشید.